این صحنه رو که ملاحظه می‌کنید اینجا پشت ردای کوروش بزرگه و صحنه مفهومی من درست طراحی کردم که یه دونه گل هخامنشی وسط این ساعت حیاتی درست کردم و اینجا یه گل هخامنشی که در جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه و لوتوس هخامنشی، گل نیلوفر هخامنشی. سه تا محور ملاحظه می‌کنید دور محوریت این ساعت. از مرکز من سه تا خط میخی رو ملاحظه می‌کنید که نوشتم اینجا. اولین خط میگه بردگی ممنوع و اینجا هم کوروش نوشتم، کوروش. اولین خط نوشته پس بردگی ممنوع و نوشته کوروش، و اینا صحبتاییه که کوروش بزرگ در منشور حقوق بشرش اینا رو بیان کرده. و بعد تو سطر دوم میگه نوشتم هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است. به بشر میگه تو هر جوری که دلت خواست میتونی خدای بزرگ و مورد ستایش قرار بدی، و خدای بزرگ خدای همه موجودات و همه انسان هاست. هر انسانی هر جوری دلش بخواد میتونه خدای بزرگ و مورد ستایش قرار بده، و فقط خود خداست که انقدر تنگ نظر نیست و میگه هر کسی دوست داره میتونه منو به هر روشی که دوست داره منو مورد ستایش قرار بده. و اینجا کوروش بزرگ میاد میگه که و هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است. تو خط سوم نوشتم راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. کوروش بزرگ امپراتوری بود که بر نصف جهان اون روز حکومت میکرد و بر اساس راستی و درستی این کار میکرد. میگفت هیچ کس حق نداره دروغ بگه. میگفت هیچ کس حق نداره برای منافع شخصی متوسل به کثیف‌ترین راه ها بشه و دروغ بگه. هیچ کس نباید تقیه کنه، هیچ وقت نباید هیچ کس دروغ بگه به هم نوع خودش، حتی در مواجهه با مرگم نباید دروغ بگی، باید مثل یک انسان با شرف بمیری. اگر میخوای بمیری با شرافت بمیر، مثل یه آدم ترسو نمیر که برای زنده موندن خودش حاضر هر راهی متوسل بشه. بله، اینجا ساعت حیات رو ما داریم. ساعت حیات رو من طراحی کردم بر اساس نظریه داروین. نظریه داروین، نظریه قانون جنگل، نظریه قانون تکامل، نظریه قانون طبیعت. تو ساعت اول رشته دی ان آ رو ملاحظه می‌کنید که از نظر زیستشناسی تمامی ساختار تمامی واحد وجود موجودیت تمام موجودات زنده این رشته‌های دی ان آ هستن که همه موجودات اینو دارن. از گیاهان بگیرید تا تک سلولی‌ها، تا انسان، تا حیوانات دیگر، همه واحدی رو دارن به عنوان رشته‌های دی ان آ که فقط صفات وراثتی و ژنتیکی که روی اینا وجود داره با هم فرق می‌کنه. یعنی ممکنه یکی از اینا صفاتش طوری تغییر می‌کنه که میشه گیاه، یکی دیگه میشه مورچه، یکی دیگه میشه مثلا انسان، یکی دیگه میشه مثلا میمون یا هر حیوان دیگه‌ای. پس اینا ساختار واحد ساختاری کلیه موجودات زنده بر روی کره زمین هستن. بعد ما ماهی ها رو داریم، بعد از ماهی ها ما اینجا خزندگان رو داریم، بعد اینجا پرندگان رو داریم که اینجا یه ترانودون ملاحظه میکنید که اولین پرندگان هستن که منقار داشتن و دندون نداشتن از نسل دایناسورها، و اینجا پستانداران رو داریم، و در اینجا من از یه شامپانزه استفاده کردم. ساعت 6 اولین نیای انسان ها و اولین موجودات باهوش که به روی کره زمین به وجود اومدن. و از ساعت 7 تا ساعت 11 من انسان‌های اولیه رو درست کردم که به ترتیب اول 3,500,000 سال پیش رو داریم اینجا، انسان همو هابیلیس رو داریم، بعد انسان همو ارکتوس رو داریم، و بعد انسان‌های نئاندرتال به وجود میان، و بعد انسانی به وجود میاد به نام انسان کرومانیون که اینا حجم مغزشون هی بزرگتر می‌شدن و باهوش‌تر بودن و از انسان‌های قبلی خودشون باهوش‌تر محسوب می‌شدن. بعد انسان همو ساپینس، ساپینس رو اینجا داریم که انسان هوشمند امروزیه و ما از نسل این انسان‌ها هستیم که مال 200,000 سال پیش هست. اولین فسیلا مال 200,000 سال پیشه. این قانون جنگل، قانون طبیعت، ساعت حیات که بر اساس نظریه داروینه یه قانون کلی داره. میگه انسان‌های میگه ضعفا محکوم به مرگن و قویا زنده میمونن. ضعیفا از بین میرن و قویترا زنده میمونن. این قانون جنگله. ولی در ساعت 12 کوروش بزرگ میاد یک قدم فراتر از قانون جنگل میذاره و میگه انسان‌ها همه آزاد متولد میشن و هیچ کس حق نداره آدم ضعیف‌تر از خودشو، انسان ضعیف‌تر از خودشو کنیز و برده خودش کنه.
این کوروش بزرگ هموطن، این مردیه که میاد و قلبشو به روی بشریت باز میکنه. اگه ملاحظه کنید من روی این منشور حقوق بشر روی قلب درست کردم. در واقع میخواستم بگم این از عشق و ایمان به انسانیت و عدالت به وجود میاد. کوروش بزرگ میگه عادلانش اینه که همه موجوداتی که خداوند خلق کرده، هر کسی به اندازه نواز و عفا، چون کسی که افتاده باید لهش بکنی نه، اونی که ضعیفتره باید نابود بشه نه، هموطن این عادلانه نیست و میاد به همه احترام میذاره. استاد ببخشید، در پایین همین ساعتی که چی از اون بالا که مال بله میبینید، پایینش هم یه طرحی هست درسته. که احتمال زیاد توزیاتی داره، مثلا فیلی هست، بعد یه ظاهرش مثل یه گلدون رفته، از بالا پایینش یه گلدونی هست بله میشه میده درست. احتمال زیاد باید توزیاتی باید داشته باشه بله اینا لطف کنید توزیاتی هست در باره این در واقع این ادامه این قسمت ادامه همین طرحه، در واقع کل این طرحه. و اینجا دو تا فیل ملاحظه میکنید که نمادی از من به عنوان اسطوره یا نماد یا سمبولی از طبیعت ازشون استفاده کردم، چون فیل ها و ماموت ها شناخته شده ترین موجودات ما قبل تاریخ هستن که ما میشناسیمشون و خیلی بزرگن و خیلی حرکتشون آرومه. من احساس کردم که میتونن نمادی از طبیعت و نمادی از طبیعت وحشی و قانون جنگل و اینجا به عنوان نمادی از طبیعت به کار بردم. اینجا این فرمودین این دوتا جامی که مثل گلدون هستن، این یه ساعت شنیه، یه جامش بالاست یه جامش پایینه. همونطور که ملاحظه میکنید مثل یه ساعت شنیه که به نظر من این ساعت زمانه، این ساعت شنی ساعت کلیه هستی و کلیه کهکشانها، آسمانها، صحابیها، نجوم و ستارگان و منظومه ها هستن و این ساعت کل هستیه، جهان هستیه. این ساعت حیات بر روی کره زمین بود، ولی این ساعت کل هستی و جهان هستی. و میخواستم بگم که این دنیای ما، این ساعت حیات بر روی کره زمین فقط یک شن ریزه از ساعت کلیه جهان هستی و ستارگان و کهکشان ها، و ما فقط یک شن ریز هستیم از کل ساعت حیات و کهکشان ها. و کوروش بزرگ انقدر بزرگ بوده، انقدر عظیم بوده که یک قدم فراتر از قانون هستی، قانون جنگل، قانون طبیعت، قانون تکامل یک قدم فراتر میذاره و انسان اینجا تفاوتش با حیوان مشخص میشه. قانون حیوان میگه ضعیفا با محکوم به مرگن و قویا زنده میمونن، ولی قانون کوروش بزرگ میگه هر کسی خداوند همه انسانها رو آزاد متولد کرده و هیچ کس حق نداره ضعیفتر از خودش رو غارت کنه، هیچ کس حق نداره ضعیفتر از خودشو شکنجه کنه، هیچ کس حق نداره ضعیفتر از خودشو تجاوز باش بکنه و اونو کنیز و برده خودش بکنه. اینجا انسانیت معنای تازه بشریت میشه. هموطن عزیزم قرون شکلتون برم. استاد دوت کردی از توزیار من سرباز شما هستم و شما قدم خواستیم یه چیزایی که در مورد این مجسم بودیم و بینندگان عزیز از این کاملا مطلع بشن، این نوعی مجسمه جسمش از چیه، بعد از چه چیزهایی ساخته شده، بعد ابزارکارهایی که شما استفاده کردین از چه نوع ابزارهایی هست، بعد آیا هر کسی هر فرد عادی هم میتونه از این چیزها رو بسازه یا خیر؟ اولا که فداتون بشم، خواهش میکنم، من به عنوان سرباز وطن، سرباز ملت ایران، هنرمند این ملت، این مجسمه رو ساختم تا راستی و درستی رو دوباره به جهان بشر، به جهان انسان‌ها یادآوری کنم. همونطور که کوروش بزرگ گفت راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ابزار من از سیمان و آهن درست شده این مجسمه 6 متر ارتفاع و اینا ابزار من خیلی ساده است. ملاحظه میکنید من این مجسمه ها رو با این سه تا ابزار بسیار ساده درست میکنم. یه فازمتر شکسته است که براش دسته گذاشتم. یه کاردک ساده است با یه موقار گلسازی که کل این اثر رو من با اینا درست کردم. و الانم دارم اون طرف کار میکنم و خیلی کار عاشق این کار هستم و من هر روز مبادرت می کنم. هدفتون از ساختن این مجسمه چی بود استاد؟ هدفم این بوده که الان ایران، ایرانی، ملت عزیزمون ایران قلبش آلوده به دروغ شده. هر جا میری میگن باید تقیه کنی، میگن باید دروغ مصلحت آمیز بگی، میگن تا دروغ نگی را کارت را نمیفته. میخوام این آلودگی رو از این قلب این ملت متمدن، ملتی که همواره میگفت راه در جهان یکیست و آن راه راستیست، میخوام این آلودگی رو از قلب این ملت هم پاک کنم و از پا نمیشینم تا این طاعون مرگبار این دروغ رو از دامن این ملت بزرگ پاک کنم.
می جنگیم و ما پیروز میشیم، چون ما از راستی و درستی میگیم، از عدالت میگیم، از کوروش بزرگ میگیم. هموطن، این قلب تپنده دنیای متمدن، کوروش بزرگ، عزیزای دلم، این اسطوره متعلق به همه جهان بشریت، این اسطوره‌ایه که همه منشور حقوق بشرش رو گذاشتن تو سازمان ملل متحد، همه بهش احترام میذارن. این اسطوره‌ایه که همین منشور حقوق بشرش رو گذاشتن تو دادگاه بین المللی لاهی هلند، همه حقوقدانهای جهان در مقابلش سر تعظیم فرود میارن، بهش احترام میذارن. قانون اساسی آمریکا ابرقدرت فعلی جهان رو بر اساس کوروشنامه نوشتن. جفرسون و جورج واشنگتن، بله این دو نفر قانون اساسی آمریکا رو بر اساس کوروشنامه نوشتن. این مرد کی بوده هموطن؟ این مرد، این اسطوره، این کوروش بزرگ کی بوده؟ دوباره باید بشناسیمش. این کی بوده که سه تا از ادیان الهی در تورات، در انجیل و در قرآن نام این اسطوره رو در کتب آسمانیشون آوردن؟ این کیه که خداوند هر پیامبری رو میفرستاده، کوروش بزرگ رو به وسیله اون پیامبر به جهان بشریت، به انسان‌ها یادآوری می‌کرده که برو و به ملت‌های جهان بگو که راستی و درستی تنها راز رمز موفقیت در این جهانه، تنها رمز رستگاری در این جهان فقط راستی و درستیه. دروغ نگید عزیزای دلم، راستی و درستی رو پیشه کنید، به هر چی که بخواید میرسید، ولی دروغ همه چیز رو نابود میکنه و همه چیز رو واژگون میکنه. دروغ باعث میشه که اعتماد انسانها نسبت به هم دیگه سلب بشه و از هم جدا بشن. دروغ باعث متلاشی شدن خانواده ها، ملت ها، کشورها، امپراتوری های بزرگ شده. شما به نگاه کنید، هر جا دروغ گسترش بیشتری پیدا کرده، همیشه انسان‌ها غمگین‌تر بودن و عزاداری‌ها و سوگواری‌های بیشتری داشتن. چرا؟ چون دروغ باعث گریه میشه، دروغ باعث جدایی میشه، دروغ باعث غم میشه، دروغ باعث پسرفت میشه. ملت‌های پیشرفته جهان همیشه می‌خندن، همیشه خنده باعث پیشرفت و ترقی میشه، ولی کسی که یه جا نشسته و کس کرده و مغمومه، داره گریه میکنه و عزاداری میکنه، هیچ وقت به فکر پیشرفت نیست، چون اصلا تو روحیه پیشرفت نیست، تو فضای پیشرفت نیست. همیشه کسی که غم داره به دیگران، چون خودش رنج میکشه، دیگران هم به رنج کشیدن میرسونه. هیچ وقت یه آدمی که دروغ میگه نمیتونه خانواده خودش رو حفظ کنه، خانوادهش متلاشی میشه. درود بر شما عزیزای دلم، هموطنای گلم، درود بر کوروش بزرگ و درود به راست.